ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز پنجشنبه 19 بهمن 7 حمله دفاعی علیه 4 شناور بدون سرنشین حوثی‌ها و 7 موشک کروز ضد کشتی که برای پرتاب علیه کشتی‌ها در دریای سرخ آماده شده بودند انجام داد. ارزیابی سنتکام این بود که حوثی‌ها آماده حمله به کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا و تجاری می‌شدند. همزمان تیم لندرکینگ نماینده آمریکا برای یمن در عربستان حضور یافت تا در مورد اینکه چطور می شود حوثی ها را مجاب به متوقف کردن حملات کرد با مقامات آن کشور رایزنی کند. لندرکینگ گفته است که جمهوری اسلامی ایران به حوثی ها کمک می کند تا کشتی هایی را که بیشترین ارزش را برای زدن دارند شناسایی کنند. از 26 دی ماه تا کنون سنتکام هر روز عملیاتی علیه مواضع حوثی ها انجام داده، از جمله سرنگون کردن موشک های پرتاب شده توسط آنها. در مورد حملات گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق و سوریه هم آمریکا میگوید تا حملات آنها متوقف نشود حملات تلافی جویانه ادامه خواهد داشت. But look, if there were no attack, اگه حمله ای علیه نیروهای ما که به دعوت دولت عراق آنجا هستند صورت نگیرد، نیازی هم به حمله تلافی جویانه نخواهد بود. آمریکا از دولت عراق خواسته جلوی این گروه ها را بگیرد، اما واضح است که دولت عراق این نظر دولت بایدن را نشنیده گرفته. هدف آمریکا کماکان بازدارندگی گروه‌های وابسته به ایران از اقدامات خطرناک علیه اعضای ارتش ما و کاهش توان آنها در انجام چنین حملاتی است. در کنفرانس خبری پنجشنبه پاتل جواب نداد که آیا فهرستی از هدف‌های مورد نظر آمریکا در عراق و سوریه آماده هست یا نه و آیا اینکه وزارت خارجه در شناسایی اهداف نقش دارد یا خیر. او علت کشتن ابوباقر سعدی را نقش مستقیم او در طراحی و شرکت در حمله به نیروهای آمریکا در منطقه ذکر کرد. گیتا آریان، صدای آمریکا.